اومده مامان. مادر جون شمایی؟ پسرم کجاست؟ اجازه بدین صحبت میکنیم. عزیزم لطفا برو چایی بیا. حالا چایی واسه یه بعد خاله جون. اول سوالی که مامانم پرسید و جواب بدی. یه لحظه مامان. بگذاریم، حرفاشو به دل نگیر. بگین چی براتون بیارم. من با دیدن این اخلاق خوبت فکر کردم دخترتم به خودت رفته، اما این دست شیطون رو از پشت بسته. شاید فراموش کردین که اینجا خونه من مادر جون و بیادبی کردن به مهمونا شایسته ما نیست. یه جوری حرف میزنه انگار از خانواده ثروتمندیه. آخه بدبخت شماها که فقیریم. یادت باشه این لطف مامانم بود که تو رو به عنوان عروسش توی خونه خودش راه داد. بعدش هم پسرش رو ازش گرفتی؟ همون بهتر که میذاشتیم شاهنواز با آزرا عشق و حال میکرد. همه اینا رو مدیون خوبی مامانم هستی، وگرنه بین شاهنواز و آزرا خبرایی بود. لطفاً حرف دهنتون رو بفهمید، نه آزرا اونجوریه نه شاهنواز. آره فقط ما بدیم. اونو خدا بهتر میدونه. ای خانوم، من میخواستم با این کارم زندگی دختر یتیمی مثل تو رو سر و سامون بدم. چه میدونستم با این کارم پسرم رو از دست میدم. خوب از این موقعیت واسه خودت سوء استفاده کردی. دستت درد نکنه. تو چه فکری کردی؟ بکردی کی هستی؟ که پسرم رو ازم میگیری و راحت زندگی میکنی؟ یادت باشه با وجود این ظلم دیگه تحمل نمیکنم. یه جوری بین همه مردم بی آبروت میکنم که نتونی سرتو بلند کنی. فقط یه درصد، اما امید داشتم که مامانم از کاری که کرده شرمنده میشه، اما اونم از بین رفت. این دخترات به هیچ وجه اجازه نمیدن که پسرات خوشحال زندگی کنن. چه فکرایی میکنین و چه حرفایی میزنین. با اون نیش زبونتون ما رو هم از دونش بیرون میکشین. پسرم، من که چیز خاصی نگفتم ها؟ اونی که حالا هرچی، اصلا ولش کن، بیا بریم خونه، همه چی رو برات تعریف میکنم. به زودی عروسی خواهرته. بیا بریم تموم ناراحتی ها رو تموم میکنیم. ما اینجا واسه راضی کردنت اومده بودیم. آره، برای شما که پسراتون فقط و فقط کارت بانکیتونه، نه چیز دیگه. مامان نگران نباشین، من واسه ادای مسئولیتام حتما به این عروسی میام. بریم مسکان. سلام خواهر. علیک سلام. تعارف نمی کنی بیاییم تو زن داداش مونا؟ چرا که نه، بفرمایید. با چه بدبختی تونستیم بیاییم اینجا. به مامان گفتیم میریم بازار خرید کنیم. میدونین که آزرا با گریه و زاریش دل مامانم رو یه جوری به دست میاره دیگه. ایوا زن داداش مونا، چرا وایسادی با این وضعت؟ خوب نیست، یاد وایسی بیا بشین دیگه. باور کنید اگه شما خونه ما می بودین، اینقدر ازتون مواظبت میکردیم که همه دنیا میدیدن. تو که داری میری خونه خودت،
آرامش تو خونه یعنی چی؟ ما که کلن فراموش کردیم. شاهمیر که کلن اومده اینجا. آزرا هم گریه و ماتمش تمومی نداره. در هر صورت نباید زیاد سخت بگیره. به ضرر خودشه. آره خب. اما هنوز منتظره که دوباره داداش شاهمیر برگرده. آره بعید نیستش که دوباره برگرده. منظورتون چیه که شاهمیر دوباره برمیگرده؟ تو هم خیلی جالبیه مونا. وقتی مامان از صبح تا شب تو گوش شاهمیر از خوبیه ی آزرا بگه، مگه میشه که تأثیر نذاره؟ و ببخشیده مونا، زن خدا کنه اولی باشه یا دومی، وقتی از ازدواج چند سالی میگذره زن دیگه جذابیتشو واسه شوهر از دست میده، مگه نه هنم؟ آره درست میگه. راستی زن داداش، چرا شما با داداش نمیای خونه ما؟ شاهمیر که تلاششو کرد بیاد. ای بابا فقط همین؟ یه تکونی بخورین. تو بیای خونه، مامان یه چند روزی قهر و ناراحتی میکنه، بعد که اطاعت و سربراهی تو ببینه خودش راضی میشه. وقتی حتی منو قبول نکرده چجوری بذاره بیام خونش؟ نه نه، آخه کی پسر دردونشو با همسر مورد علاقش از خونه بیرون میندازه ها؟ آره، ولی یه چیز دیگه هم هست. اگر تو اونجا نیای، اون همیشه از آزرا طرفداری میکنه و شاهمیر رو به طرف اون هول میده. آره دقیقا، امروزم هی در مورد عشق چند سال پیششون صحبت میکرد. خب اونم که مرده، دیگه تا کی میتونه ندید بگیره؟ آره بابا، ما فقط اینو میخوایم که حالا که ازدواج کردین همینجوری بمونین با هم. حالا خودت هیچی، حداقل فکر بچت باش. بچه‌ای به رسمیت شناخته میشه که تو خانواده بزرگ بشه. آره ولی آزرام اونجاست. شما اصلا به فکر آزرا نباشین، یه جوری حلش میکنی. شما فقط بیاین خونه ما. اما یه چیزی رو یادتون باشه که باید یه جوری دل مامانمو به دست بیارین. این خانواده شوهرت خیلی بی احساسن دخترم. چی میشد حالا یه سری بزنن یه لباسی چیزی واسه عروسشون هدیه بیارن؟ مادر جون، این لباسه رو تو عروسیم هدیه گرفتم. اگه خواستین بذارین رو جهیزیه ی حنا. وای دخترم، خدا ازت راضی باشه و کنار شوهر و بچت خوشبخت باشی. مادر جون، یه سری وسایلم هست، یه ست ظروف آشپزخونه، اگه دوست داشتین اونا رو هم بردارین. دخترم الان امید من توی. از پسرام که هیچ امیدی ندارم که واسه عروسی خواهرشون یه کاری بکنه. اما تو داری جور پسرام هم میکشی. مادر جون این حرفو نزنین. شما لطف بزرگی در حقم کردین، نذاشتین منو بیاد تو این خونه. شما میتونستین اونو قبول کنین ولی به خاطر من این کارو نکردین. این لطفتونو هرگز فراموش نمیکنم. ها؟ آره دخترم، چرا که نه، زنده باشی. راستی آزرا، یه ست غذاخوری بود تو جهیزیت، خیلی طرح قشنگی هم داشت. اگه اجازه بدی اونو بذاریمش تو جهیزیه حنا. حتما مادر جون، یه سری چیزای دیگه هم هست، میتونین بیان اونارم ببینین. زنده داشت، یه آب میوه‌گیری داشتیم که دیگه
کسی استفاده نمی کنه. خب آره آره اونم بردار، همه چی مال خودت، فقط اون روز که رسید منو از دست اون نجات بدی. چه روزی؟ اون روزی که شاه میر با مونا وارد این خونه بشه، مونا به عنوان عروس بزرگ بخواد اینجا زندگی کنه. چرا به خاطر من تلاش نمی کنی؟ چرا می ترسی و عقب می کشی؟ به به آفرین، این طوفانو به پا کردیم و من کنارت موندم و ازت دفاع کردم و تو فکر می کنی من تلاش نمی کنم؟ آره، ولی پیش خانوادت که تسلیم شدی. تو چی می خواهی؟ مشکل چیه؟ تا جایی که می دونم تو فقط می خواستی از رو از رابطه ما با خبر بشه و بفهمه که ازدواج کردی. حالا که فهمیده دیگه چی می خواهی؟ من حق بچه‌مو میخوام که با مادر بزرگ و عمه هاش بزرگ بشه. من حاضرم هر مشکلی رو تحمل کنم و هر سختی رو ببینم، اما میخوام تو اون خونه زندگی کنم با همه حقوقم. میگه وسایلشو که گرفتیم، حتی لباساشو. شب وقتی شاه میر با مونا بیاد اینجا، اون وقت چیکار کنی؟ خب بیاره، به ما چه؟ با شاه میر میاد، ما که نرفتیم دنبالش بیاریمش. مگه همین من نبودم که به خاطر اون از پسرم دست کشیدم؟ آره دیگه، بهش میگی ما مثل تو مقابل شاه میر تسلیمیم، دیگه چیکار کنیم؟ هم؟ حرف کسی رو گوش نمی کنه. ببین بازم دارم بهت میگم، تصمیم رفتن دون خونه درست نیست. یه بار دیگه بهش فکر کن. شاهمیر من با تو ازدواج کردم و همه چی عوض شده. الان هر چی که شده نمیشه عوضش کرد. بهشون بگو که تو پسر اون خونه‌ای و همونجور که آسرا عروس اون خونه است، مونا هم هست. همین، ما هم همونجا میمونیم. و کجا بمونیم؟ تو اتاق تو. اتاق من؟ میخوای با آسرا باشی؟ نه، با تو. با آسرا هم یه اتاق دیگه بدن. اینجا چه خبره؟ مادر جون چی شد؟ شما که گفتین نمیذارین بیاد اینجا. این خونه منم هست آزرا، اینجا زندگی میکنم و مونا هم اینجا میمونه. مادر جون، واسه شما چه آزرا باشه چه مونا، هر دو عروستونن. نه من نه دلم میخواد پسرتون ازتون بگیرم و نه بچه‌مو از مهرتون محروم کنم، عروستونم نه. مادر جون دست این حقه‌بازو بگیرین و از خونه بیرونش کنین. فقط یه بار فکر کنین که الان پسرتون کنارمه. اگه من از اینجا برم پسرتونم از پیشتون میره و میدونین عروسای این دوره زمونه میخوان جدا زندگی کنن، ولی من که خودم اومدم اینجا که باهاتون زندگی کنم. آزرا تو اصلا نگران نباش، حق هر دوتون کاملا مساویه. من حق تو ضایع نمی کنم، رهاتم که نمی کنم. من به لطفت نیازی ندارم. زن تو بردارو از اینجا برو.
ما خودمون عروسی حنا رو میگیریم. ببینم چی شده؟ یعنی چی عروسی میگیریم؟ من داداشمو از دست میدم. شما چتون شده زن داداش؟ چرا هر مسئله ای رو اینقدر بزرگش میکنید؟ بشین دختر. اگه عموت الان زنده بود گوششو میگرفت و از خونه بیرونش میکرد، ولی من چیکار کنم؟ مجبورم دخترم. تکیگاه من و دخترای یتیمم همین مونده. مادر جون، منم برادرزادتم، نمیبینین که اذیت میشم؟ تو میخوای من با جدا شدن از پسرم اذیت بشم دخترم؟ آسرا، ما میتونیم خواهرانه زندگی کنیم. تو به رابطه خواهرانه توهین کردی. دوتا هوو خواهر نمیشن. زنی که شوهرمو دزدیده چطور میتونه خواهرم بشه؟ تو دشمن خیلی خطرناکی هستی، دشمنی که تو لباس دوست حمله کرده. شما منو قبول کردی؟ دخترم، فعلا بهت اجازه موندن دادم، بعدن رفتارت همه چیو معلوم میکنه. به خاطر تو آزرا ازم متنفر شد، در حالی که اون بیچاره از دخترم بیشتر کمکم کرده، مثل یه نوکر ازم اطاعت کرده. مثل اون بودن خیلی کار سختیه. واقعا آزرا آنچنان عروس خوبی برامون بوده که مسکان به گرد پاشم نمیرسید. حالا تو روشنایی هم به اندازه تاریکی ترسناکی، درست مثل سایه. عشقت خیلی کوتاه بود و الان چهره واقعی تو نشون داد، یه چهره زشت و ترسناک. آزرا، غذا برات آوردم، بخور. وای شاهمیر، حالا به فکر غذا خوردنم افتادی. اما نه، احتمالاً مونا بهت گفته که براش غذا ببر، ولی میدونی چیه؟ انسان هر چقدرم ظالم باشه، ولی بازم تا اندازه‌ای دووم داره. نه، تو نمیتونی جونمو بگیری، اونم به خاطر این که شما همتون نمیخواین اسم قاتل روتون باشه. ولی میدونی چیه؟ آدم ها تو سختی هم میمیرن. کاری که تو با هم کردی
حتی از کشتنم بدتر بود. عزرا مشکلات آدمو نمیکشه، بلکه آدمو قوی تر میکنه. همه یه خطاها از تو و جزاش مال من. مردم راست میگن که مرد مثل پادشاهه، اما تو یه پادشاه ظالمی که هر کیو دلت خواست گناهکار میکنی و هر کیو خواستی بیگناه. عزرا تو چرا یه کاری نمی کنی؟ یه بار از ته دلت گریه کن، از ته دل با من دعوا کن. تا تموم این نقطه برای همیشه تموم بشه. عزرا من اولین مرد تو دنیا نیستم که زن دوم گرفته. خیلی ها کردن، با خوشحالی هم زندگی کردن. با هم میتونیم. عزرا من فکر کردم که اگه تو بری اتاق بالایی بهتر باشه. راستش میدونم اون اتاق کوچیکه، اما تو میتونی بمونی. من واسه این میگم که تو این همه سال خدمت همه رو کردی، پس الان باید به مونا هم یه فرصتی بدی، یه سری مسئولیت رو اونم به دوش بگیره. تو خیلی راحت اون بالا بمون با سکوت. آفرین شاهمیر، آفرین. این حرفای زشتو به قدری زیبا بیان میکنی که دهن آدم بسته میشه. از را واسه این گفتم چون مونا نیاز به استراحت داره، از پله نمیتونه استفاده. آره من میتونم همه کار بکنم، از پله بالا میرم، ظلمم خوب تحمل میکنم، تغییرم همینطور، چون عادت دارم. نه، شما عادت دارین منو کوچیک کنین. من از پس همه چی بر میام. با جر و بس چیزی درست نمیشه. منو از این خونه بیرون کنی، اما من یتیمم. نه، شاید به خاطر همین دلت به رحم اومده، مگه نه؟ عزرا، گفتم جر و بس هیچ فایده ای نداره. چرا نمیفهمی؟ هرچی میگم واسه خوبی همه میگم. دارم بهت میگم اون بالا اذیت نمیشی. تو خب چرا تو و مونا نمیرین اونجا؟ واسه اینکه مونا میخواد این پایین بمونه که دل همگی رو به دست بیاره. میخواد مامان قبولش کنه. عزرا، عزرا،
واسه خیانت شاهمیر عزا گرفتی؟ هیچ فایده ای نداره، چون شاهمیر دوباره بر نمی گرده. اون خیلی شاد و خوشحاله با اون دوست عزیزت مونا، همون مونا که همه چیزت بود، همون مونا که در کمال خون سردی از پشت بهت خنجر زد. تو که همیشه میخواستی دیوونه ی شاهمیر بمونی ها؟ پس بمون، چون شاهمیر واسه همه ی عمر دیوونت کرده. تو احمقی آزرا، احمق، چون همه ازت یه احمق ساختن. هیچکی کنارت نیست، نه شاهمیر، نه خونوادهش، نه دوست عزیزت مونا، همه ازت سوء استفاده کردن، چون که خودت اجازه دادی. من بد نیستم، بد نیستم، همه ی آدمای بد دنیا در حقم بدی کردن، من بد نیستم. که روک به شاهنواز گفتم اگه خودت میای بیا، اما اون زنت حق نداره پاشو توی خونه بذاره. میبینی تو رو خدا؟ ها؟ مامان خواهرش رفتن راضیش کنن اما آقا نیومد. واسه شوهرش شرط گذاشته که مامان خواهراتو ول کن. هی این ظلمو ببین. منم تصمیمو به عهده شاهنواز گذاشتم، براش آزمایش خوبیه که ببینم پسرام چقدر مادرشونو دوست داره. همه ی عمرم واسه مادری کردن در حق اینا گذشت، اما پسرای ساده من تو دام زناشون افتادن و مادرشونو تهدید میکنن. آخه کار درستیه؟ اینجور زنو باید یه تو دهنی بهش زد. ولی اینجور پسرام هستن که به زنشون رک میگن، مثل تو که هزار تا پیدا میشه، ولی مثل مادرم دیگه نه. 100% درست میگی. اگه شاهنواز مامانشو دوست داشته باشه، دست اون مسکانو میگیره و میاره تو همین خونه. اجازه میدیم بیا؟ اگه معذرت خواهی کنه شاید ببخشمش. درست میگی. ایواز زن داداش، تو چت شده؟ چرا میترسی؟ آخه مامان این حرفو واسه اون عروسایی میگه که حرف مامانو گوش نمیکنن یا به ما احترام نمیذارن و یا از مامان نافرمانی میکنن. وگرنه قلب مامان که خیلی بزرگه، خدا میدونه چطوری به حمایت از آزرا مثل یه دیوار محکم پشتش وایساد، مگه نه؟ مونا؟ برو استراحت کن، اتاقو آماده کردم. ها؟ شاهمیر اونی که الان مثل برق گذشت آزرا بود؟ آزرا رو از اتاقش بیرون کردی؟ بیرون نکردم، من فقط گفتم. مامان حالشو نمیبینی؟ بارداره، کجا استراحت کنه؟ من که بهش گفتم شاید اتاق بالا راحت‌تر باشه،
اشکال نداره، اتاقو براش درست میکنم. اونجا اصلا اذیت نمیشه. ولی شاهمیر، اونجا که وسایل قدیمی خونه هست، چجوری میتونه اونجا بمونه؟ لطفاً آتیش بپا نکنی. اگه میخواست با خونسردی میتونست اتاق داداش بمونه، اون که الان اینجا نیست. متاسفم برات شاهمیر. آتیش رو روشن میکنی و بعدم میگه خونسرد باشه. مامان همینجوریشم بار سنگینی رو دوشمه. خیلی گیج و پریشونم. نمیدونم چی کار کنم. حالا این سرزنش شما هم شروع شده. اگه میخوای استراحت کنی برو. دوستی کن. ببین با زنداداش چی کار کرد. همش حماقت آتراس. هر وقت دیدمش کجا میری؟ دارم میرم پیش مونا. مونا هدیه میاره، شاهمیر بلندشو بریم خونه مونا. بفرما همچین شاهمیر رو از چنگش در آورد که آزرا اصلا نفهمید. ستار داره زنگ میزنه، حتما اومده دنبالم. مامان حالا هرچی، چشمت روشن که پسرت اومد. حالا ببین، انشالله که شاه نوازم همین جوری پا میشه میاد خونه و اون مسکان آوازی دهنش باز میمونه. انشالله همین دیگه ماموریتمون کامل میشه. باشه دیگه، من برم. خدافظ. خدافظ مامان، دستتو بکش رو سرم. زنده باشی دخترم. کیفم بیرونه؟ آره. چی شده مامان؟ دخترم به فکر اون آزرای بیچارم که تو چه حالیه. بیا بریم بیاریمش اینجا هنو. باشه. چی شده مامان؟ بخواب. مسئله زن و شوهریه، بذار داداش خودش به هر دوتا زنش برسه. صدای گریه‌هاش هنوز توی گوشمه. خدا. مامان، اون عروس یکی دونت به خاطر مونا طلاق میخواد. مگه نمیدونین؟ خدا خدا کردم داداش شاهمیر بیاد خونه. همه چی درست شده. امیدوارم گریه‌زاری آزرا اونو بیزار نکنه. از اون طرف داداش شاهنوازم نیست. فقط همین مونده. عروسی منم که نزدیکه. آخه چی کار کنم؟ نمیتونم راحت بخوابم دخترم. چی کار کنم؟ بگیر. آدم بزرگا گاهی واسه ساکت کردن و وجدانشون از قرص خواب استفاده میکنن. و الان شما به شدت به این نیاز داری. بندازش دور. من نمیخورم. راه حل پیدا کرده. بدبخت. یه چیزی رو به هم بگین. میخواین من ازدواج کنم یا نه؟ بگیر بکب. خودش نمیخوابه، بعد به من میگه بگیر بخواب.
عکسای قدیمی.